من از کشیدن اسب لذت میبرم و تا امروز طرح‌های زیادی با موضوع اسب و سوارکار کشیدم. آرامش و صلابتی در چهره و اندام اسب هست که من رو مجذوب خودش میکنه، به علاوه اینکه موجود خوشنامیه و قرنها در کنار انسان بدون حاشیه زندگی کرده. همه پشت سر الاغ حرف میزنن، میگن سگ متملق و چاپلوسه، گاو پرخوره، گربه بی‌حیاست، روباه مکار و حیله‌گره، میمون مقلده. اما در طول تاریخ همنشینی انسان و اسب، صفت اسب‌ها فقط نجابت بوده. اینطور که معلومه اسب‌ها بیشتر از آدم‌ها دغدغه حفظ حسن شهرتشون رو دارن، در حالی که انسان تنها موجودیه که انتظار سرزدن هر رفتاری رو میشه ازش داشت. کسی از یه اسب انتظار نداره مثل شتر کینه به دل بگیره یا مثل قاطر لج بکنه. علارغم برتری اخلاقی اسب‌ها، این انسانه که اشرف مخلوقاته و اشرف مخلوقات اداره جامعه‌اش رو به دست سیاستمدارها سپرده. خیلی از رفقای کارتونیست من که به جای اسب سیاستمدارها رو میکشن، وقتی پای درد و دل میرسه میگن از سیاستمدارها بدشون میاد. من اما نمیتونم دنیا رو خالی از اونها تصور کنم و به این شغل اهمیت میدم. همونطور که یه مملکت به دکتر و مهندس و به قول مجید به مرده‌شور احتیاج داره، به سیاستمدار و کارتونیست هم احتیاج داره. چرخه هیچ مملکت بدون وجود اینا نمیچرخه. سیاستمدارها دو دسته هستن. دسته اول اونایی که به مردم وعده‌های شیرین میدن اما بعداً معلوم میشه گاهی هم دروغ گفتن، و دسته دوم اونایی که از همون اول فقط دروغ‌های شاخدار میگن یا همه رو تهدید میکنن. من اگه به جای اسب دنبال کشیدن سیاستمدار رو بودم، گروه اول رو ترجیح میدادم. گرچه برای یه کارتونیست کار کردن با گروه دوم آسان‌تره، چون اشتباهاتشون بیشتره و لازم نیست برای مچ گرفتن ازشون وقت بذاری. بگذاریم، من که فعلا اسب میکشم، هم نجیبه هم عاقل‌تر از خیلی از این سیاستمدارهاست.